Big week for Billy. The World's a Little Blurry documentary premiered, giving... Big week for Billy. The World's a Little Blurry documentary premiered, giving... سلام به همه شما دوستان عزیز، من سهیل شریفی هستم از مجمع آموزشی تاتسو داتا آر. میخوام تو این آموزش چند روش برای دیسپلیسمنت مپ بهتون بگم. اینجا ما اومدیم بار اول کارمون رو روتو کردیم. ببینید الان کارمون رو به شکل روتو درآوردیم، یعنی اینکه بک‌گراند نداشته باشه به این شکل که بتونیم افکت رو بهتر، افکت های دیسپلیسمنت مپ، افکت های تویش، افکت هایی که حالت جابجایی سوژه داره رو بتونیم بهتر اعمال کنیم. اما فراموش نکنید که حتما این تیپ کارا احتیاج داره که بک گراند هم داشته باشه، یعنی ما برای این کار به هر دوی این لایه ها احتیاج داریم، یعنی یه لایه دوربری شده به اضافه یک لایه بک گراند. خب این دوتا با هم دیگه این نتیجه رو میده. این کارو ما کردیم دوربری که بتونیم افکت رو بهتر اعمال کنیم و دقیقاً رو محدوده درستش باشه. اگر خیلی نخواهید دقیق کار بکنید، دقت کنید خیلی دقیق، اگر نمیخواهید کار بکنید میتونید پروسه روتوسکوپی رو اسکیپ کنید، به اصطلاح انجامش ندید و بیایید ماسکینگ رو انجام بدید. مثلا این دور رو با ابزار پنتول بیایید و ماسک بکنید و یکی فریمی به ماسک بدید، اما خب خیلی دقیق نیست. در پروسه روتو چون خیلی دقیق این اتفاق انجام میشه، نتیجه کارم نتیجه جالبی هستش. خب افکت اولی که ما پیاده کردیم افکت دیسپلیسر پرو هستش از مجموعه پلاگین اوریثینگ که پلاگین های فوق العاده جذابی رو داره. خیلی طرز کارش مشابه همون دیسپلیسمنت مپه، با این قابلیت که خودش میتونه کروماتیک ابریشن هم برای شما ایجاد بکنه. که این کروماتیک ابریشن چیکار میکنه؟ در واقع اسپلیت میکنه سه رنگ RGB شما رو، رد، گرین، بلو رو اسپلیت میکنه، جدا میکنه که بتونه در کنار این جابجا شدگی سوژه شما اون سه رنگ هم شما شیفت بدی. که اگر این کارو ما نکنیم ببینید که نتیجهش به این شکل میشه. یعنی کاری که برای ما انجام داده الان اینه، اون جذابیتی که ما میخوایم دیگه توی کار نیست. دوباره من این رو بک میزنم که با همون حالت RGBش اتفاق بیفته. قسمت اول میگه مپ لایر، میگه رو چی، از چی کمک بگیرم برای این که من این سوژه ای تو رو جا به جا بکنم. خب سوژم این بوده، من افکس ها رو برمیدارم، این سوژه، کاراکترم دوربری شده، اینو من چطور برای جابجایی بکنم؟ با الگو از خودش من بیام جابجایی ها رو صورت بدم، یا میتونه یک لایه دیگه ای باشه که حالا جلوتر تو خود دیسپلیسمنت مپ بهتون میگم که اون الگو گرفتنش چطوره. خب دوباره من این رو فعال میکنم. اینجا ببینید ما اومدیم گفتیم نه رو خودش باشه، رو چه چنلی؟ RGB آلفا و ساتوریشن. اگه بذاریم رو رد و گرین و بلو، خب با توجه به اینکه اون عکس ما، اون فیلم ما در اون چنل چه رنگ غالبی داره، ما میتونیم نتیجه بگیریم که آیا رد باشه، آیا گرین باشه، یا بلو. خب چطور به این نتیجه برسیم؟ خب من افکتس آف میکنم تو این قسمت، این کار اصلی ما. اینجا رو ببینید دوستان من، تو این قسمت شما میتونید بذارید روی رد. خب این کار من رده، این بالام دوتا لاین رد اومده که به من نشون میده که الان من دارم این تصویر شما رو فقط در چنل رد بهتون نشون میدم. میریم تو چنل گرین، میبینیم که خیلی تفاوت نکرد، یه مقدار تو موها. میریم تو چنل بلو، باز خیلی تفاوت ندارین، غالب کار تقریبا یه جوره. میریم تو آلفا، چون تصویر من آلفا نیست نتیجه ای نمیگیرم تو این مثال. RGB استریت هم که تمام رنگ ها رو تو این حالت داره. خب اما روی این کار من که من دوربری کردم آلفا جواب میده. افکتش رو دوباره فعال میکنم، ببینید این یعنی حالت آلفاه. میگه ترنسلیت ایکس و وای، یعنی همه آفست ایکس و وایش چطور انجام بشه. اینجا هر چقدر کمتر باشه این سپریت RGB تون کمتر، هر چی زیادتر میشه لاین ها ببینید قشنگ به شکل یک باکس کامل اون رنگ RGB شما رو داره بهتون نشون میده. خب خب این از این موضوع. حالا من اینجا اومدم یک کی فریم زدم، اول گفتم ترنسلیت ایکس نباشه و بعد اومدیم جلوتر، اول اینجا گفتیم نباشه، جلوتر باشه و بعد دوباره نباشه که یک چنین نتیجه ای بیاره به ما بده. خب. این برای چنل آلفا بود. چنل آلفا چون قشنگ ویدیوی من دوربری شده، این همونو شیفت میده چپ، شیفت میده راست. حالا اینجا ما میتونیم بالا و پایینم داشته باشیم، اما وقتی میذاریم رو ساتوریشن، فقط ساتوریشن کار من رو میاد و شیفت میده. یا اگه بذارم روی چنل هیو، با توجه به چرخی رنگی و اون بافت رنگی که داره، همون رو میاد برای من شیفتش میده. خب جایی ممکنه خرابکاریایی هم داشته باشه که اصلا ماهیت دیسپلیسمنت ها این مدلیه که یه مقداری ممکنه هول بیفته، باکس های خالی بیفته، یه سوراخ هایی بیفته تو کار، که خب این اصلا جزء ماهیتشه، اصلا پلاگین داره این کار رو برات انجام میده. خب این میشه پلاگین اولمون دیسپلیسر، اومدیم باش این حرکت رو زدیم.
بعد گفتیم میتونیم از یه پلاگین دیگه استفاده کنیم که زیرمجموعه بوریس کراس گلیچ هستش. این رو استفاده کردیم. ببینید کاری که برای ما میکنه، خود تصویر منو نگه داشته، یه جاهایی رو فقط میاد تکون میده. نتیجه رو با هم ببینیم. Big big week for Billy. The world's a little blurry documentary premiered. Giving big week for Billy. The world's a little blurry. اینم گلیچای خیلی شیک و تراتمیزی به کار میده. افکت آخری هم که ما استفاده کردیم مربوط تویچه. خب پلاگین تویچ از ویدیو کوپایلوت هم میتونه اینجا بهتون یه چنین گلیچایی بده که البته دوستان ستینگش لازم داره که حتما اسلاید رو فعال بکنید در قسمت اپراتور کنترل. دوباره بیاید تو اسلاید. اینجا ایمانت 50 اما اینجا ایمانت اصلی رو من کم دادم. اگه این ایمانت اصلی رو شما زیاد بدید، ببینید همون ماجرای جابجا شدگی خیلی زیاد RGB رو ما تجربه میکنیم که تو این مثال ما خیلی مویی میخواستیم این اتفاق بیفته. حتما اسلاید RGB سپلیت رو رو 100 بذارید که اگه این رو نذارید اتفاقی براتون نمیفته. اینجا اما من به چی کی فریم دادم؟ گفتم اسلاید دایرکشن. بار اول گفتم به شکل افقی، اما بار دوم گفتم به شکل عمودی. اگه دقت کنید ما تو بار دوم عمودی ما سپریت RGB رو داریم تجربه میکنیم، اما در بار اول ما داریم به شکل افقی سپریت RGB رو تجربه میکنیم. این افقی، این عمودی. خب حالا اومدیم تو مرحله بعد، تمام این ستا رو اومدیم با هم ادغام کردیم که شد این نتیجهش. دوباره با هم پلی میکنیم ببینیم. Big week for Billy. The world's a little blurry documentary premiere. این ترکیبی از هر سه تا باعث شد که خیلی افکت شسته رفته تر برای ما نشون داده بشه و خیلی مچتر و اوکی تر بشه. خب از هر سه اینها صرف نظر میکنیم، میریم سراغ خود دیسپلیسمنت مپ که جزء پلاگین های پیشورز افتر افکتس. خب اینو فعال میکنیم، بازش میکنیم. اینجا از ما داره میپرسه که خب من اینو رو چه اساسی اینجا به جایی رو انجام بدم. خب من بار اول میگم که بر اساس خود همین لایه باشه. ها این لایه اسمش چیه؟ روتو وان. میرم رو خود این لایه، افقی میخوام یه عمودی جابجا بشه. چنل کدوم چنل؟ RGB باشه، آلفا باشه، لایتنس باشه، سچوریشن باشه. خب فعلا میگم رو همون چنل رد. میگم تو چنل رد یه چنین جابجایی رو میتونم اینطوری داشته باشم. رد و گرین و بلو یه مقدار نزدیک به همه تو این مثال، چون با هم دیگه دقیقا دیدیم که چقدر تغییر میکنه. پس تو رد و گرین و بلو خیلی نتیجه یه تغییرداری نیست نسبت به حالتهای قبل خودش. اما اینجا وقتی میذارم روی فول دقیقا میاد اینکه آلفا بوده، این همونو برای من شیفت میکنه. ببینید این همونو برای من شیفت میکنه. من گرین رو نمیخوام، اینو صفر میدم که مقیاس عمودی ما نداشته باشیم. خب حالا این چرا فقط تو خودش داره جابجا میشه تو محدوده خود کاراکتر؟ علتش اینه که ما اومدیم همه این افکت ها رو به بالای روتو دادیم. ببین افکت روتو براش ما اینجا بود که اگر اینو من بیارم پایینش بذارم ماجرا اینطوری میشه. خب حالا اینجا یه مقدار این دوره داره من اذیت میکنه. خب اینجا ما میتونیم یک مقداری بیایم تو خود روتو براشم یه مقدار شیفت اجش بدیم، اینو برگردونیم که این اج کار یک مقداری کمتر بشه، چون قرار اینا به شکل افکت استفاده بشه، قرار نیست کل کار بشه. خب و به این شکل شما خیلی هم راحت توسط خود دیسپلیسمنت مپی که ما اینجا داریم، دوباره بازش میکنم، و قسمت هوریزونتالش میتونید خیلی راحت یه چنین افکت هایی رو هم به این شکل داشته باشید که بعد میتونید به اینها کی فریم بدین و بریم جلوتر مثلا تو این کار و بعد یه چنین حرکتی هم از توش در بیارید. خب این کارا رو راحت میتونید انجام بدید، فقط با دقت بکنید که لایه‌ها به ترتیب پشت هم قرار بگیره که مشخص باشه این دورترین لایه هست به نسبت لایه‌های جلوی خودش، اینه تا اینکه میرسه به این. حالا بعد میتونید با افکت‌های مثل فیل اینها رو اصلا رنگ‌های مختلف بهش بدید، مثلا یکی رو بگی رد باشه، یکی رو بگی گرین باشه. مثلا همینجا من افکت فیل رو میدم به یکی از اینا، مثلا گفتم رد باشه یا اینکه هر رنگ دیگه‌ای که اینجا دوست دارم. و به این شکل شما میتونید به شکل چند رنگه هم از اون سوژتون کپی بگیرید و همه رو تو این افکت بگنجونید که کارتون مقدار شسته رفته تر و ترتمیزتر هم بشه. و حالا اگه خواستید که این یه تم استروک داری بشه، مثلا همین کاراکتر ما باشه اما همین حالت قرمزی استروکی هم بهش بده، اینجا شما باید از چند تا افکت استفاده کنید که قبلش میطلبه که همین فیل رو هم من کات بکنم. کل این کارم رو یه پریکامپ موال اتریبیوت کرده باشم. اینجا بیام افکت فیل رو دوباره بدم. اینجا باید حتما از افکت سیمپل چوکر استفاده کنیم. علتش رو بهتون میگم. این سیمپل چوکر کارش اینه که یه مقدار این مت ما رو یا این شکل ما رو کوچیک و بزرگتر میکنه. خب تا اینجا اوکی. ما میخوایم که یه مقدار این طرح بزرگتر بشه دیگه، اصلا بیاد اینوری بزرگتر بشه، این از حالت عادی خودش بزرگتر بشه. یه افکت دیگه هم هست به اسم سیسی کامپوزیت. حالا اینا رو ما توی دوره پلاگین های افتر افکتس
برای بچه‌ها داریم. ببینید کاری که میکنه دوباره پردازش کامپوزیتی میکنه، یعنی اینکه لازم نیست شما هی کپی بگیری دوباره بیاری روش و اینا، این برات میاد این پروسه یه کپی گرفتن رو یه جوری جلو میندازه و دیگه مجبور نیستم حتما یه کپی ازش بگیرم، با این فکر میتونم این کارا رو انجام بدم. میگه این حالت بیفته پشتش، میگم نه بیاد جلوش. و الان ببینید که چون سیمپل چوکر دادم منفی، ببین اگه مثبت بدم چی میخوره کار منو، اما بدم منفی میره رو فیل با رنگ قرمز. اینجاست که شما میتونید به کارتون هم اینطوری استروک بدید. خب این هم از این. حالا اینا ترفندهایی هستش که شما میتونید تو کل کار هی ازش استفاده بکنید که کارتون وجهه و جلوه بهتری هم داشته باشه. هدف من این بود که دوستان اینجا شما دیسپلیسمنت مپ ها رو خوب یاد بگیرید. دوباره برمیگردیم سر مثال اولمون که همون دیسپلیسمنت مپ کلی بود. این بار ما میگیم بیا روی مت. مت چیه اینجا؟ ما یه دونه سالید ساختیم، سالید رو پریکام کردیم، رفتیم داخل سالید. این چیزی که ما داخل سالید داریم، اومدیم از افکت گرادینت رم توش استفاده کردیم. خب حالا ببینیم که با این افکت گرادینت رم به چه کاری میتونیم برسیم. دکمه تبو میزنم که فلو چارت برام بیاد، بک میزنم میام تو این قسمت، شیفت و علامت سوالی میزنم که فیت بشه، میام توی این قسمت. خب این انتخاب میکنم، این بار میگم که برو لایه مت رو انتخاب کن، اینی میذارم روی همون حالت رد. خب حالا ببینیم که با این جابجا کردن چه اتفاقی میفته. چرا داره به این شکل این کش میاد باز اینکه هورزونتال رو ما دیسپلیس میکنیم؟ علتش اینه که ما اینجا توی متمون یه چنین تری رو داشتیم. حالا اینو اگه سواپ بکنم تر ریپلیس میشه، یعنی جابجا میشه، اون وقت از سیاهی به سفیدی و سفیدی به سیاهی، یعنی قسمتایی که دیده بشه و قسمتایی که دیده نشه، کار در مپ متفاوتتری اعمال میشه. برای اینکه اینو بهتر لمس کنیم اصلا میریم ما افکت چکربورد رو میذاریم. این چکربورد رو ببینید، یعنی صفحه شطرنج. دوباره برمیگردیم تو این قسمت. خب حالا میایم توی همین روتو و اینجا ما جابجایی رو انجام میدیم. ببینید چه اتفاقی میفته. چرا یه قسمتایی از کار من ثابت موند، یه قسمتایی متغیر شد؟ بریم ببینیم مت ما مگه چه رنگی بود که ثابت موند. به فیس کاراکتر من دقت کنید، این چکربورده. حالا برای اینکه لمسش بکنیم که این سوژه ما چطوری داره تو اون قسمت خودش جا میکنه، یه دونه از این کپی میگیرم میام تو مت، اینجا پیستش میکنم، اینی میارم پایین. تمام افکت های این رو به غیر از روتو من آفش میکنم، یعنی فقط روتو رو میذارم. خب حالا به این لایه میگم که شما دیگه از تایپ گاید لایر باش که دیگه یعنی تو رندر شما تأثیری نداشته باش. خب حالا نتیجه رو ببینیم. این قسمت رو ببینید، فیس کاراکتر من هست، جاهای سیاه هستش. خب حالا متوجه شدیم که قسمت‌های سیاه تصویر پس قسمت‌های ثابت تصویر ما هستش در پروسه دیسپلیس شدن، یعنی این جابجا وقتی میخواد بشه قسمت‌هایی که ما به عنوان لایه مت مشکی میدیم اونا ثابت میمونه، فقط قسمت‌های سفیده که جابجا میشه. خب دور میام تو این قسمت و الان متوجه شدیم که من بعد از اینکه هورزونتال رو جابجا میکنم فقط قسمت‌های سفید تصویر منه که داره جابجا میشه. حالا که درک بهتری از این ماجرا کردیم، شما خیلی کارهای مختلفی الان میتونید توی مت انجام بدید. یعنی افکت دیسپلیسمنت مپ رو ما شناختیم، اما به این افکت میتونیم یک افکت دیگه‌ای به عنوان رمپ، به عنوان چکربورد، به عنوان فرکتال نویز، مثل این قسمت، این فرکتال نویزه، نویزهای این مدلی ایجاد میکنه. و جالب اینجاست شما میتونید به این نویزها هم بگید که اِوولوشنش اسکریپت بدید. این دائما حرکت بکنه، یعنی حرکت سریعی هم داشته باشه. میام تو این قسمت، مجددا تو این قسمت. خب یه موقع اینو من زیاد میکنم، زوم میکنم ببینم چه اتفاقی افتاده. ببین دائما داره تکون میخوره. یعنی یه متی بهش دادم که متم ثابت و ساکن نیست و دائما در حال یک انیمیتی هستش و این باعث میشه که کار شما به این شکل بعد از حتی گلیت شدن باز جابجایی داشته باشه. دوباره اینا رو فعال میکنیم. حالا یه کار ترکیبی بهتری رو الان ما داریم تجربه میکنیم توی این قسمت. ببینید همه رو داره با هم دیگه میزنه برات. اینجا برای اینکه همه افکت‌ها با هم مچ بشه، بهتره که تو بازی کی فریمی ما به این هورزونتال هم ما کی فریم بدیم. یعنی تو اون لحظه همه چی با هم تکون. دیگه به اینم کاری نداریم، بریم ببینیم که نتیجه چی شد.
big week for Billy. ببینید 4 تا افکت دادیم که همشون کار هم گلیچو برامون بکنه، هم دیسپلیس بکنه. همون افکت دیسپلیسمنت مپی که دادیم اون هم بیاد از یه مت دیگه ای کمک بگیره که افکت فرکتال رو بهش داده بودیم. اینطوری شما در افتر افکت میتونم بگم انتها نداره خلاقیتتون. یعنی میتونی از یه افکت چکربورد استفاده بکنی که خیلی شطرنجی فقط موو بشه این دیسپلیسمنت شما. میتونی یه چیز شخصی سازی شده باشه. میتونی اصلا اینجا من تکس آوردم، شما میتونید تکس بذارید. ببینید تکس بلیری که نوشتم، این تکس اینجا داره الان اعمال میشه. ببینید وسطش یهو تکس بیلی هم میاد. ببین اینا نکات ریزیه که شما یه بار درک میکنی دیسپلیسمنت مپ رو، یه بار ماجرای جا به جای یک لایه با الگو گرفتن از لایه سوم رو درک میکنی، بعد توی این لایه مته هرچی دلت خواست حالا بذار، برو مته آماده از اینترنت دانلود کن، برو خودت یه کلیپ ادیت کن، سیاه‌سفید کن، اینجا قرار بده. یعنی اونقدی که این پروسه بی انتهاه، خلاقیت شما هم میتونه بی انتها باشه. پس من چرا باید بیام به شما یه دونه از اینا رو یاد بدم که شما تو دلت بگی او این چقدر خوبه، این چقدر باله، این پروژه محور بود، این سبکی دوست دارم. این غلط دوستان من. شما باید لمس بکنید، شما باید دیسپلیسمنت مپ رو اول لمس کرده باشید، ماجرای این مت داخلیش رو لمس کرده باشی، اون وقت خودت آیا نمیتونی 100 تا از اینا بسازی، یه چیزی بسازی که به ذهن من هم حتی نمیرسیده. باور کنید این سبک آموزش آموزش درستیه. یعنی شما به مخاطبت مسیری رو نشون بدی که واقعا تا انتها رو خودش بدون با خلاقیت خودش جبران بکنه. من اگه جلوی شما فقط یه مثال حل میکردم مثل اوایل آموزش، شما میگفتید خب این چیه، پس تنظیماتش چیه، بیام به شما یه 4 تا اسلاید بعدی هم بگم که این تنظیمات داره. این مدلی شما فقط یه لقمه آماده دستتون داده میشه، شما فقط یک ماهی دستتون داده میشه که یه کاری رو انجام بدید، خلاق بار نمیاد. یکی از شعارهای مجموعه ما اینه که بتونه شما رو خلاق بار بیاره، بتونه ایده هاتون رو با آموزش‌های ما عملی بکنید، نه اینکه فقط یه توتوریالی خدمتتون ارائه بدیم که یه چیزایی گفته بشه، یه چیزایی شما شنیده باشن و نتیجه کلاً خروجی از دید من اون تیپ خروجی ها صفره. شاید خروجی خوبی باشه اما یه هفته بعد یه ماه بعد خودت نگاه می‌کنی دیگه اسکیپ میکنی، اصلا دیگه نمیبینی اونو، خودت رد می‌کنی، اصلا از کار خودت زده میشی، حالت به هم می‌خوره که این کارا رو یه زمانی من داشتم می‌کردم، چون 100 نفر این همونو میان انجام میدن. Big week for Billy. The world's a little blurry documentary premiered. Giving Big week for Billy. The world's a little blurry documentary premiered. Giving خب دوستان گل، به پایان آموزش درک درست دیسپلیسمنت مپ رسیدیم. امیدوارم که این آموزش به کارتون اومده باشه و ازش لذت برده باشید و مفهومی قضیه ها رو حالا درک کرده باشید. من بعد خودتونید و خلاقیت هایی که توی این متن ها میچینید. من سهیل شریفی هستم و اگر از این آموزش خوشتون اومد با لایکتون، کامنتتون و همینطور شیر از ما حمایت کنید. امیدوارم که هر لحظه که داشتید آموزش رو میدیدید اون لحظتون شاد و خوش باشه. روز شبتون خوش و خدا نگهدار.